آقای رابرت آرمسترانگ از فاینانشیال تایمز. میخوام به ما در مورد رابطه نرخ بهره و همچنین بازار سهام صحبت بکنه. البته ایشون بیشتر منظورشون بازار سهام امریکا ما مخصوصا این ویدیو رو از بلومبرگ خیلی داغ، یعنی این ویدیو فکر کنم مال 8 ساعت پیشه یا مال چند ساعت پیش بیشتر نباشه. میخوایم به شما نشون بدیم که ببینید در دنیا راجع به بازارهاشون چگونه فکر میکنن، تحلیل میکنن و چه مواردی رو مد نظر قرار میدن. قطع به یقین بدونید ایران ما هم چند سال آینده بازار سرمایه‌اش حتی میتونه خیلی بهتر و کاراتر از اون چیزی که در دنیا هست باشه. بنابراین بهتر از الان قوانین و دیدگاه‌های اونا راجع به تحلیل و سایر موارد رو بیشتر آشنا بشیم. با آقای رابرت آرمسترانگ و همچنین نظر ایشون در مورد نرخ بهره بیشتر آشنا بشیم. این روزا همه فکر میکنن که نرخ بهره تقریبا برای همیشه پایین خواهد موند. این نمودار عملکرد 10 سالی خزانه داریه که نشون میده سرمایه گذاران فکر میکنن نرخ اوراق قرضه 10 سالی خزانه داری قراره برای 10 سال به همون شکل باقی بمونه. همونطور که مشاهده میکنین نشانگر در برابر پایین ترین سطح خودش قرار گرفته. این مسئله مهمیه که دلیلش تا حد زیادی مربوط به اینه که نرخ‌های پایین پایدار اغلب به عنوان توجیه اساسی برای قیمت‌های بسیار بالای سهام این روزها قلمداد میشن. به هر حال سرمایه گذارانی که به عایدی نیاز دارن چاره جز خرید سهام ندارن. بنابراین چه چیزی میتونه این اجماع تقریبا جهانی درباره نرخ پایین رو برای همیشه برهم بزنه؟ تورم گزینه بدیهیه چون میتونه بازده اوراق قرضه رو مجبور کنه تا بالا برن تا از منفی شدن عایدی ها جلوگیری کنه. حالا با توجه به بحران کووید 19 که فعالیت اقتصادی رو بسیار کند کرده، تهدید فوری ضد تورمه نه تورم. اما همزمان نگاهی به مقدار پولی که محرک‌های پولی و مالی دولت به زور به اقتصاد ایالات متحده تزریق کردن بندازین؟ به طور کلاسیک چون این حجم عظیمی از پول نشون میده که در آستانه بروز تورم قرار داریم. در واقع ما در تیر ماه شاهد افزایش تورم بودیم، اگرچه سرمایه گذاران این اتفاق رو به عنوان رویدادی یک بار قلمداد کردن که ناشی از عوامل منفی بوده. با این حال برخی از اقتصاددانان مخالف با این نظریه اینطور استدلال میکنن که با عبور از بحران تمام محرک‌های دولتی همراه با بازگشت تقاضا و تغییرات سیاسی و جمعیتی در سراسر جهان منجر به بازگشت تورم بالا خواهد شد. این نکته قابل تأمل برای سرمایه گذاران بورس چون سهامایی که بیشترین سود رو از افت نرخ‌های اقتصادی بردن سهام شرکت‌های فناورانه هستند که در هر حال رشد زیادی دارن، مثل آمازون، اپل و نتفلیکس. سهام این شرکت‌ها تقریبا به تنهایی مسبب رشد سهام اخیر بوده. اگر این وضع در دنیای تورمی معکوس بشه، بازارها به لرزه خواهند افتاد. خب اظهار نظر آقای رابرت آرمسترانگ از فاینانشال تایمز رو دیدیم. در واقع یک مثلث بود بین نرخ بهره، تورم و قیمت سهام در بازارها که ایشون داشت به روابط اینها اشاره میکرد و ما هم در بازار سرمایه خودمون به روابط اینگونه المان‌ها و متغیرها حتما داریم نگاه میکنیم.